بسم الله الرحمن الرحیم به نام خداوند بخشنده مهربان سلام عرض می کنم خدمت تک تک شما شاگردای خوب و عزیز امیدوار هستم که درس گذشته را به خوبی مطالعه کرده باشید با دومین جلسه از مضمون بیولوژی در خدمت شما عزیزان هستیم خب امیدوار هستم که کتابچه کتاب و قلم خود را نیز آماده کرده باشید و توجه خودتان را به درس ما جلب کنید خب اشاره ای داریم به ارزشیابی از درس گذشته ما خب اگر شما درس گذشته رو به خوبی مطالعه کرده باشید باید بتانیم به راحتی به این چند سالی که من اشاره می کنم پاسخ صحیح بدیم سال اول حجره چیست و چگونه کشف شد ارکان نظریه حجروی را شرح دهید مایکروسکوپ چیست و انواع آن را نام ببرید از درس گذشته مهمترین نکات و سوال هایی که ممکنه در امتحان بیایه همین سه سوالی بود که برای شما عنوان کردیم که ان الله شما درس خودتون رو و به این سو سه سوال ما به درستی جواب بدید و ما بچه های خوب و شاگردای عزیز ما در ادامه مبحث بیولوژی سنف هفت در فصل اول که در رابطه با حجره با یک دیگر صحبت می کردیم به آنجا رسیدیم که حجره بالاخره بعد از طی یک سری مراحلی توسط رابرت هوک کشف شد حالا امروز می خواهیم چیزهای جدید یاد بگیریم ببینیم حجره در موجودات مختلف به چه شکلی هست آیا در موجودات مختلف به یک صورت هست یا متفاوت است آیا حجره نباتی و حجره حیوانی به یک شکل است یا به عبارت یک حجره از چه بخشهایی تشکیل شده درون یک حجره چه بخش هایی هست و هر کدام از این قسمت ها چه وظایف و چه نقشی را برای حجره بازی می‌کنند. اولین موضوعی که ما و شما مورد بحث قرار میدیم این است که آیا موجودات زنده از نظر حجره با هم یکسان هستند یا متفاوتن موجودات به دو گروه بزرگ تقسیم میشن اولین گروه موجودات ما موجودات تک حجروی هستند موجوداتی که بدن آنها از یک حجره ساخته شدند خب این جانداران همو یک حجره کار به عبارت بدن بسیار ساده ای داره پیچیده نیست همو یک حجره کار تغذیه کار گوارش کار تنفس و کار سیستم دفع اونا را انجام میده چون اونا خودشان یک جانداران ساده و ابتدایی هستند دوست دارید یک دو نمونه از این جانداران عکس اونا را ببینیم من عکس دو نمونه از این جانداران را برای شما آماده کردم که با هم دیگه میبینیم این دو جاندار ما جانداری هست به نام آمیب و باکتری که شما تصویر اینا رو میبینین این موجود اول که در بالا برای شما کشیده شده آمیب هست آمیب یک زایده هایی داره که به اینها پاهای کاذب گفته میشه بچه ها آمیب خیلی ساده یه. بدنش یک حجره دست یا پا برای حرکت کردن نداره همین پلازمش که به هر سمتی کشیده شد شبیه یک پاهایی هست که این موقتی نمیمونه باز اگر جهتش خواست عوض کنه به یک سمت دیگه باره در یک پایش به یک سمت دیگه کشیده میشه حالا به اینا پاهای کاذب گفته میشه این جاندار تک حجروی یعنی بدنش از همین یک دانه حجره ساخته شده است جاندار تک حجروی دیگه که در کتابای علمی به نام یونی سلولار هم گفته میشه جانداری به نام باکتری هست که شما در اینجا تصویر یک باکتری رو من برای شما مشخص میکنم این یک باکتری هست که این باکتری به کمک یک سری های درازی به نام فلاژیل یا قمچی حرکت میکنه خب باکتری ها هم جز جانداران تک هستند یا یونی سلولار بدنش از همین یک دانه حجره ساخته شده است گروه دیگری از موجودات زنده به نام موجودات چندین حجروی یا مولتی سلولار گفته میشه که بدن آنها از میلیاردها میلیارد حجره ساخته شده خب ما جاندارانی رو که در این گروه تعلق میگیره بسیار وسیع هستند به عنوان نمونه عکس یک پیشک صحرایی رو برای شما مشخص کردیم و عکس یک نبات رو برای شما مشخص کردیم که این دو گروه از جمله متنوع ترین و پر جمعیت ترین موجودات چند حجروی هستند این جانداران مولتی سلولار بدن اونها ساختار بدنشون از هزاران و بلکه میلیاردها حجره در کنار یکدیگر تشکیل شده است اما ساختمان یک حجره حالا بریم به داخل یک حجره ببینیم یک حجره به چه صورت است یک... فرقی ندارد ای چی یک حجره در ساختار بدن یک تک حجروی باشه در بدن یک یونی سلولار باشه یا یک حجره از هزاران حجره یک جاندار چندین حجروی یا ملتی سلولار باشه خب تمام حجرات در هر بدن موجود زنده ای هم که باشه از سه تا بخشای مختلف تشکیل شده است اما آیا حجره ها با همدیگه فرق میکنه یا نه میگیم بله همه حجره ها از نظر شکل از نظر جسامت و از نظر ساختمان با یکدیگر متفاوتن این سه نکته را بچه های خوب باید خوب دقت کنین این حجره ها چرا اینا شکل و جسامت و ساختارشان فرق میکنه چون وظیفه آنها با هم دیگه فرق میکنه هجراها ها با هم متفاوت هستند. ببینید من به عنوان مثال برای شما گفتم هجره پوست حجره ماهیچه و یک حجره عصبی که نیورون عصبی نام داره اینها این سه حجره چون هر کدام وظایف مشخص و جداگانه ای را بر عهده دارند شکل از اینها هم با همدیگه متفاوت است و فرق میکنه. حالا من برای شما شکل از اینها رو پایتخته ترسیم میکنم بکشیم و ببینیم که این حجره ها از نظر شکل با همدیگه چه فرقی داره ببینین شاگردای خوب من حجره پوست چون نقش پوست دفاع بدن است چون نقشش دفاع هست این حجره از بیرون تمام بدن ما رو پوشانده پس باید بسیار چفت چفت در کنار همدیگه باشه تا فضای اندکی بین اینها بمانه به همین خاطر است که این حجره ها بسیار نزدیک هم هستند خب چون اینا وظیفه دفاعی رو در بدن ما به عهده دارند حجره دیگر حجره ماهیچه هست خب شما می دانید که کار ماهیچه ها در بدن ما ما چندین نوع ماهیچه داریم که انشالله در سالهای بعد آشنا میشیم یکی از وظایف ماهیچه ها حرکت دادن استخانه های بدن هست. پس حجره اینها یک حجره کشیده هست به این صورت است که حالا بعضی از اینها یک این ساختارهایی که امروز با اینا آشنا میشیم هسته نام دارد بعضی ها یک هسته دارد بعضی چند هسته دارد برای از اینکه این ماهیچه یک رشته درازه و با منقبض شدن و منبسط شدن خودش یک استخوان به حرکت در میاره پس شکل از این حجره باید به این صورت باشه حجره دیگر که امروز گفتیم شکلش رو به هم بکشیم نیورون عصبی هست نیورون عصبی یعنی حجراتی که در مغز ما هست مغز، هرام مغز و اعصاب ما هست این نیورون عصبی به خاطر از باید پیام ها را از محیط بگیره و دست به دست کنه به مغز برسانه و دستور مغز را باز پس دست به دست کنه به اندام ببره به دست ببره به پا ببره به چشم ببرن و جاهای مختلفی از بدن و اونجا رو تاثیر بذاره تا یک عکس عمل مناسبی نشان بده باید شک ساختار کشیده تر داشته باشه که ما تصویر یک نیورون عصبی رو برای شما عزیزان میکشم که انشاءالله در سالهای بعد اگر که بیولوژی را دوست داشته باشین و بخوانین با اجزای اینها بیشتر آشنا میشیم هر کدام از اینا بچه های شاگرده اینا برای خودشان یک دنیایی داره هر کدام از اینا دنیای بسیار جالب و پیچیده ای داره اینجا را ببینیم ای حجره پوسته شکلش دایره‌ای شکل گرد شکل بعضی جاها یک ذره کشیده تره ولی ماهیچه به صورت یک رشته درازتره و نیورون های عصبی یک ساختار پیچیده تر داره خب این سه تا شکلای متفاوت داره چرا شکلای متفاوت داره چون وظایف متفاوتی را بر عهده داره در ادامه مبحث ما میخوایم ببینیم که آیا بین حجرات شباهتی وجود داره یا نداره آیا حجرات با هم دیگه متفاوت هستند یا با هم یکسان هستند سه بخش در تمام حجرات وجود داره چه حجره ما نباتی باشه چه حجره ما حیوانی باشه این سه قسمت شامل یک قشاع حجروی دو سایتو پلازما و سه هسته این سه بخش در تمام حجرات چه حجره پوست باشه چه حجره ماهیچه باشه چه حجره نیاران عصبی باشه هر حجره ای که باشه چی در حیوانات باشه و چی در نباتات باشه این سه بخش داره اما یک بخش دیگه علاوه از اینا مخصوص حجرات نباتی هسته که او همی که من برای شما در داخل یک بیزی سرخ رنگ نوشته کردم دیوار حجروی در نباتات یعنی نباتات حجره ای که در ساختار یک نبات به کار رفته چی یک علف یک ساله باشه چی یک گیاه چند ساله باشه چی یک درخت باشه که چندین سال عمر میکنه هر حجره از او اگه زیر میکروسکوپ بگذاریم و نگاه بکنیم میبینیم که علاوه بر قشاع حجروی سایت و پلازم و هسته یک ساختار دیگری به نام دیوار حجروی هم دارن که بیشتر بازی در صفحات بعدی آشنا میشیم در تصویر اینجا ما یک سلول جانوری رو برای شما مشخص کردم و یک سلول یا حجره نباتی یا گیاهی رو مشخص کردیم درون از اینا میبینین بخش های هست هسته که از سنف هفتم که شروع میشه هر سال شما چند تای از این ساختارا رو در داخل یک حجره مطالعه میکنید و آشنا میشید و انشاءالله این حجره از سنف هفت تا سنف دوازده با شما هسته و هر سال شما یک بخش های جدیدی از این حجره را مطالعه میکنیم. برای شما قبل از که بریم و اجزای اصلی حجره را مطالعه کنیم ببینیم کارش چیه ساختمانش چیه برای شما یک مثال میزنم تا را خوب بفهمید هر کدام از ما و شما در داخل یک خانه زندگی میکنیم ای خانه حریم خصوصی ما و شمای هر کسی از هر جایی که دلش باشه نمیتونه داخل از این حجره بشه یک دری وجود داره و هر کسی میخواد داخل از این اتاق ما بشه باید در بزنه ما دیوارای از این اتاق و دیوارای از این خانه را در حجره هم داریم یعنی حجره بدن ما چی در بدن یک جاندار تک باشه و چی در بدن یک جاندار چندین حجروی باشه این دیواری که حجراها را از یکدیگر جدا میکنه یک بخشی هست به نام قشاع پلازمایی اما این قشاع پلازمایی چی هسته و خودش چند بخش داره و چه ویژگی را داره با هم دیگه میخوانیم که ساختار و وظیفه قشا اولا که نام دیگرش قشای پلازماییه اینایی که ما دورش حلقه میکنم ان شاءالله در سالهای بعد در سوالات چهار جوابه خیلی به شما کمک میکنه نام دیگر قشای حجروی قشای پلازمایی هم. قشای هجروی ساختار دو طبقه با سوراخ هایی داره که جهت تبادل مواد است باز ما شکلش ها از آخر برای شما پای میکشم تا خوبی رو درک کنین که این دو طبقه بودن به چه صورت هسته. این سوراخ ها که برای شما گفتم بچه نقشی همی در را داشت در همی اتاقی یا خانه ای که ما و شما هستیم هر کسی که وارد خانه ای ما بشه باید در بزنه و ما در باز میکنیم و تعارف میکنیم که به داخل بیایه حجره هم به همین صورت اجازه نمیده که هر چیزی وارد حجره بشه یا هر چی که دلش شد از حجره خارج شود نه ای باید تشخیص داده بشه که این کار به وسیله قشا انجام میشه قشا ساختمان خیلی قشنگ پیچیده و منظمی داره که کم کم با او آشنا میشه ورود مواد لازم چون آب و اکسیژن از این سوراخ ها مثال زدیم مواد زیادی می ولی امثال شما این دوتار می آب و اکسیژن باید به حجره وارد شوه و کاربون دایوکساید به عنوان مواد زاید از حجره خارج شود این هرگز برعکس نیست بچه ها یعنی اینطوری نیست که اکسیژن به جایی که وارد حجره شود خارج شود و کاربون دایوکساید به عنوان یک مواد زاید و اضافه که باید از حجره بره بیرون این نروه اگر حجره ای این مشکل برش پیش بیاید او حجره دچار اختلال شده و در علم طب بی بررسی از این اختلال میپردازه و او را بررسی میکنه تا علتش پیدا کنه حالا من برای شما پای تخته یک, کوچه، یک تکه بسیار کوچکی از قشای یک حجره را میکشم تا شما این دو طبقه بودن و این سراخ, 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 دار بودن قشا خیلی بهتر و خوب درک اگر این یک حجره باشه خود قشای پلازمایی شاگردهای خوب ما دو لایه هست ما گفتیم دو طبقه یعنی دو لایه هست حالا ما یک تیکه ازیره از در زیر میکروسکوپ یا دستگاهی که قبلا جلسه پیش خواندیم بزرگ نمایی داره مایکروسکوپ هست زیر مایکروسکوپی رو ما بزرگ میکنم مایکروسکوپ وقتی ما زیر مایکروسکوپ میگذارم در مورد قشا یک تیکش را ای به این صورت ساختارهایش را میبینم یک مولکوله هایی هست به این صورت یک قسمت گرد داره و دو تا زایده رشته مانند داره خب میدانین این به چه صورت هسته؟ حالا ای این یک تیکه اینجی رو داخل حجره فکر کنیم این بیرون حجره فکر کنیم سالای بعد میخوانین بچه ها که در بیرون حجره هم ما مایات داریم که من جمله آب هست و در درون حجره هم ما آب داریم این مولکول ها به دلیل از ای که سر از اینا یعنی همی بخشی که به صورت بیزی یا کروی و برای شما کشیدم این بخش از نظر ترکیب کیمیاوی آب دوسته یعنی دوست داره به سمت آب باشه چون سالهای انشالله در کیمیا میخوانید یک نوع و این قسمت چون دوست داره به سمت آب باشه این سرش به سمت بیرونه چون بیرون آب داره این قسمت را به نام آب دوست میگیم می‌گیم این ویژگی آب داره. این رشته‌های از اینا تیزاب شهمیه که در کیمیا با اینا بیشتر آشنا میشید. اینها چون تیزاب شهمی هست و شهمی از گروه لیپیدها و چربی‌ها هستن در آب حل نمیشن، از آب می‌گریزن، فرار میکنن. این مولکول دیگه که در روبرویش قرار گرفته، این هم مانند مولکول بالا هستش. این سرش آب دوسته. و این دنباله هایش آبگوریزه از آب فرار میکنه این باعث شده که ما یک ساختار دولایه ای را در قشای حجروی در حجره داشته باشیم در سالهای بعد میخوانید ای راه هایی که برای تبادل مواد وجود داره گاهی وقتا یک مولکول های بین از در ما بین از قرار میگیره و مواد را موادی که میخوان وارد حجره شوند مثلا اکسیژن آب هسته اچ دو او آب مخوارد حجره بشه اینا باید تشخیص بده اونها را اجازه ورود بده و از داخل حجره به سمت بیرون کاربون دای اکساید به عنوان مواد زائد از حجره خارج شوه اما گفتیم در نباتات ما علاوه بر ازی قشای پلازمایی یک لایه اضافه تر دیگه به نام دیوار حجروی داریم این دیوار حجروی ضرورتش چیست برای چی حجرات نباتی باید یک حجره دیگه یک دیواره اضافه داشته باشه به دلیل حفاظت هست چون حجرات نباتی در محیط های مختلف قرار می و برای دفاع از ساختارها و بخشهای زنده درون یک حجره ساختار محافظتی به نام دیوار حجروی داره که حالا ما برای شما این دیوار حجروی را شرح خب این تصویر ما تصویر یک حجره نباتی هسته به همین شکل که شما می بینین حجرات نباتی یک ساختارهای هندیسی داره یعنی شکل اونها کامل کروی یا گرد یا کشیده نیست یک ساختارهای هندیسی مانن هست خب در اطراف بیرونی از این حجره ما یک دیواری داریم به نام دیواره حجروی این دیوار دیوار حجروی در نباتات است که در بخش های مختلف میره برای شما نشان میدم مانند قشای پلازمایی سر تا هست دور تا دور یک حجره نباتی را از بیرون گرفته است اما جنس از این حجره چی هستش؟ از حجره ببخشید از دیوار قشای پلازمایی رو که برای شما گفتم تیزاب شهمی داشت و ساختار الکل مانند داشت این دیوار حجروی در نباتات سلولوزی هست سالهای بعد انشاءالله بیشتر آشنا میشید و میخوانین که سلولوز یک نوع پولیساکارید یا کربوهیدرات هست یعنی از گروه خانواده قندها ها هستش سلولوزی خاصیت چسبندگی داره و این ساختار دیوار حجرویره کنار یک دیگر که اجزای خود ساختار دیوار حجرویره به محکمی در کنار یکدیگر میچسبانه اما وجودش چه نیازی هست برای حجر های نباتی نقش استحکامی و نقش شکلدهی داره علاوه بر این مانع عبور میکروب به داخل حجره میشه اجازه نمیده که میکروب به داخل حجره بیایه در حجرات حیوانی همی کار قشای پلازمایی انجام میداد گفتیم از بیرون بدن رو میپوشانه مانند پوست اجازه نمیده که هر چیزی وارد بشه حالا دیوار حجروی در نباتات هم کاره انجام میده تا یک گیاه دوچار آسیب یا مشکل نشود که در داخل یک حجره چه بخشایی ما داریم با سه بخش از این حج... ساختار درون حجره امسال آشنا میشید قشای پلازمایی را که برای شما گفتم اما سایتوپلازم من بخوام برای موقعیت سایتوپلازم خوب برای شما شاگردای خوب تصور بکنید خوب بتونید بفهمید تخم مرغ مثال میزنم یا همون خیگینه خودمان این تخم مرغ یک پوسته سفیدی داره او باشه همون قشای پلازمایی ما و شما یک بخش داخلش است در داخل تخم مرغ که نگیم سفیده تخم مرغ داریم و زرده تخم مرغ داریم او زرده هسته باشه و او سفیده تخم مرغ که هنوز ما که او را پخته نمیکنیم شفاف هسته و مانند آب نیسته که خیلی روان باشه یک کمی قلیز قلزت داره و براحتی نمی ریزه اگر ما یک تخم مرغ سوراخ کنیم او همون بخشی به نام سایتو پلازم در دا داخل حجره ها هسته اما سایتو پلازم چه بخشایی داره و چه وظایفی داره سایتوپلازم را هم در درون حجره حیوانی داریم و هم در درون حجره نباتی داریم چی در جانداران تک حجروی مانند باکتری و آمیبی که دیدیم و چی در جانداران مولتیسلولار یا چندین حجروی اول از اینکه سایتوپلازم شفاف و نیمه جامده این نیمه جامد خیلی مهمه در اغلب امتحانا آید در چهار جوابی ها زیاد تکرار میشه ای سایتوپلازم پلازم نیم جامده نه سخت سخت مثل جامده و نه روان روان مانند آب ما بین از اینا هستم. دیگری از ویژگی های سایتو پلازم ای هست که دور تا دور هسته را در دا داخل فرا گرفته داخل حجره ها را پر میکنه دور هسته را میگیره اما جنسش از چیه؟ ترکیب اصلیش شامل آب، منرال ها و پروتئین هایی که در آب حل میشه یادتون هست وقتی ساختار قشای پلازمایی را گفتم برای شما گفتم او طبقه ها دو سر داشت آب دوست و آب گریز بود گفتیم به سمت داخل قسمت آب دوستش هست چون ما در دا داخل حجره آب داریم این آب در ترکیب سایتو پلازم به کار میره خب این سایتو پلازم برای استحکام خودش یک ساختار دیگه داره به نام اسکلت حجروی اسکلت حجروی را اگر برای شما شاگردان مثال بزنم یک خیمه را مثال میزنیم یک خیمه از داخل در دا وسط خیمه یک دانه چوب میزنن تا این خیمه خوب برافراشته بمانه اگر ما این خیمه را برداریم این خیمه کامل میخوابه در روی زمین حالا از این اسکلت های حجروی ما در داخل داخل سایتو پلازم فراوان داریم جنس از اونا دیگه چوب نیسته جنس از اونا از رشته های پروتئین هسته که اینها کار شکل دهی به حجره را بر عهده یعنی شکل و فضای سایتوپلازم را اینا حفظ میکنه شاگردای خوب من این حجره ای که ساختارهای متفاوتی داره از ساده گرفته تا پیچیده این حجره در پوست در ماهیچه یا در قلب در گرده در اینها هر کدوم کارهای خاص خود انجام میده هیچ کدوم در کار یکدیگر خود دخالت نمیکنه هیچ کدوم هم کار خودش فراموش نمیکنه و کار خودش به خوبی و درستی انجام میده پس این نیاز داره به یک بخشی که فعالیت ها و وظایف از این حجره از ما را تنظیم بکنه یک جایی که دستور بده به حجره و حجره را وادار کنه که کارهای خودش به خوبی انجام میده این بخش یک قسمت بسیار مهم در تمام حجره ها هست به نام بخش هسته ای هسته هسته که وظایف حجره را برش مشخص کرده ببینین ما گفتم بزرگترین و مهمترین بخش یک حجره یه. وقتی که ما اینشالله در سالهای بعد اجزاء درون حجره را میخوانیم می بینیم یک قسمت خیلی بزرگ در داخل هسته هسته به نام حجره ما بقیه از بخشای خرد و ریز همه از اونا به اندازه به سختی بر... به اندازه هسته به سختی برسه هسته خودش به تنهایی حجم زیادی از فضای داخل حجره را پر میکنه خب این هسته هم قشا داره برای خودش مانند قشای پلازمایی همون چیزایی که در قشای پلازمایی برای شما شاگردای خوب گفتم هسته هم همونا را داره قشای دو طبقه و سوراخ داره چون هسته هم یک چیزایی باید به داخل هسته بیاید و یک چیزایی از داخل هسته باید خارج شوه که ای نیاز دارد در همین ساختار قشایی که شبیه قشای پلازمایی هست. خب گفتیم مرکز کنترل فعالیت های حجره هستش. اما یک ساختار بسیار مهم در داخل تمام حجرات در تمام موجودات وجود داره به نام رشته های کروماتین که در هنگام تقسیم حجره به کروموزام تبدیل میشه. اما این کروموتین یا کروموزوم چی هست شاگردای خوب من؟ کروموزوم یک به ساختار یا یک بخش بسیار مهم در تمام حجره هستش اینه برای شما بگم شاگردای عزیز که هر فرزندی از پدر و مادر خودش فقط کروموزوم های اونا را به ارث مبره ما در دا داخل حجره ها مواد مختلف داریم قند داریم چربی داریم پروتئین داریم آمینو اسید ها که همین به عبارت ساختمان کروموزوم ها را می داریم اما تنها چیزی که از والدین ما نصف 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 از مادر و نصف از پدر به ما میرسه همو کروماتینی هست که در هنگام تقسیم حجروی تبدیل به کروموزوم میشه یک بحث بسیار مفصلی است که در شاخه از علم بیولوژی به نام ژنتیک که انشالله در سالهای بعد با مختصری با آنها آشنا میشیم تا اینجا همه قدر بدانید که جایگاه کروماتین در دا داخل هسته حجره هست و همی کروماتین ها همی رشته های کروماتین در زمان تقسیم حجره تبدیل به یک ساختار جدیدی به نام کروموزوم میشن خب شاگردای خوب ما امیدوارم خسته نشده باشید امروز بحث های بسیار جذابی را برای شما عزیزان آماده کردیم همین هسته ای که ما و شما گفتیم آیا ای هسته در تمام موجودات به یک صورت هست یا اینا با همدیگه فرق میکنن ما میاییم بگیم موجودات زنده را از نظر نوع هسته به دو گروه بزرگ تقسیم میکنیم اگر یاد شما باشه در اول جلسه امروز گفتیم موجودات را از نظر تعداد حجره به دو گروه تقسیم میکردیم تک حجروی یا چندین حجروی حالی بر اساس هسته همو حجره دیگه فرقی نداره این حجره در بدن تک حجروی باشه یا در بدن چندین حجروی باشه از نظر نوع هسته به دو گروپ دیگر تقسیم میکنیم به نام جانداران یوکاریوتی و جانداران پروکاریوتی چی هست اینا؟ ببینید شاگردای خوب من پروکاریوتی از دو کلمه پرو و کاریوت به معنای کاریون گرفته شده پرو یعنی ابتدایی کاریون یعنی هسته یعنی جانداری که یک هسته ابتدایی داره یک هسته ساده داره ولی یو کاریوت یو به معنای پیچیده هست و کاریوت از کاریون گرفته شده به معنای هسته یعنی جانداری که هسته پیشرفته داره پرو ها تنها به گروه بکتری ها اطلاق میشه همین موجودی را که در تصویر بینید یک موجودی هست به نام بکتریا اگر در داخل از این بکتریا دقت بکنید میبینید که ما یک رشته هایی را همین تو در داخل از این کشیدم مانند مو هست پیچ خورده همینطور پیچ پیچ خورده این همون کروماتینی هست که برای شما گفتم فکر نکنید که ما انسان ها نباتات و جانداران بزرگ ما کروماتین را از والدین ما به ارث میبریم نه حتی یک جاندار تکوجروی ساده مانند باکتری ها هم این کروماتین هایی داره که اینها را از والدین خودش به ارث برده انشالله بعدا خد از اینا آشنا میشیم اما وقتی حجره یوکاریوت نگاه کنیم در دا داخل حجره یک ساختار بنفش رنگ میبینید به نام هسته دور تا دور از این هسته یک خط کشیده شده یعنی چی یعنی جانداران یوکاریوت هسته از اونا قشا داره یک قشای دلایه داره ولی جانداران پروکاریوت همون ماده وراثتی همون کروماتینش هست ولی دور از دور دیگه قشایی نگرفته یک جای مشخصی در دا داخل حجره نداره این میشه جانداران پروکاریوتی و جانداران یوکاریوتی ما و شما همه جز جانداران یوکاریوت هستیم نباتات یوکاریوت هستند باکتری ها که انواع مختلف دارند شامل گروه پروکاریوتی ها قرار می گیرند خب شاگردای خوب ما ساختارهای دیگه هم در دا داخل حجره داریم ساختارهای بسیار بسیار جالبی که هر کدام از اونا هم ساختمانی جالب داره هم کارها و وظایف جالبی داره امسال در دا کنار از این هسته با سه تای دیگه از این ساختارهای داخل حجره به نام ارگانول ها خیلی گذرا آشنا میشیم که هر کدوم از اینا چه کاری در داخل حجره انجام میده باز جزیات از این را در سنوف بالاتر بخیر با همدیگه دیگه میخوانیم سه ارگانول در دا داخل حجره هسته که بسیار برای حیات یک حجره لازم و ضروری هسته این بخش اولین قسمتش میتوکندریا که در سالهای بعد همی را به نام کاندریوزوم میخوانیم میتوکندریا نقش آشپزخانه را در یک خانواده بازی میکنه همه ما و شما میدانیم که غذاهای ما را مادر کلان یا مادر ما در دا داخل آشپزخانه برای ما تهیه میکنند حالا این ساختار هم در دا داخل حجره وجود داره انرژی زایی کار از اینا یعنی هر چیزی رو که ما میخوریم به عنوان مواد غذایی از سیستم هاضمه عبور میکنه و به داخل حجره وارد میشه از ساختار همون قشای دلایه رد میشه و اونجا انرژی تولید میکنه این انرژی در هر جایی که دلش خواسته داخل حجره نیست این در یک بخش مشخصی به نام میتوکندریا هست میره اونجا و در مقابل ورود از او باز ما انرژی برای ما تولید میشه و این انرژی صرف نیازهای خود حجره نیازهای سیستم های مختلف بدن ما میشه ارگانل دیگه در داخل حجرات ارگانولی هست به نام واکیول بچه ها ما برای شما بگم واکیول مثل انباره موادی در خودش ذخیره میکنه این واکیول ها در حجره نباتی که حالا در اسلاید بعدی میخوانیم کلان و بزرگه ولی در حجره حیوانی خورده موادی که در خودش ذخیره میکنه هم مواد ضروری و هم مواد فاضله هست مواد فاضله از داخل حجره باید جمع آوری بشه در یک جای مشخصی باشه که در بقیه ارگانول ها آسیب نرسه برای از اونا مشکل ایجاد نکنه مواد فاضله جمع میشه در داخل یک ارگانولی به نام واکیول و از حجره خارج میشه ساختار دیگه یا ارگانول دیگه که بسیار برای یک هجره مهم هسته یک ساختاری به نام اندوپلازمیک هست نام کامل از اندوپلازمیک رتیکولوم هست که ایشالا در سالهای بعد میخوانیم اینا انتقال مواد را در دا داخل حجره بر عهده داره مواد رو ما گفتیم وقتی هر چیزی که ما نیاز داریم وارد حجره شد در یک جای مشخص باید بره اگر آب اضافیه باید در داخل واکیول بره اگر مواد غذایی مانند گلوکوز هسته باید برد داخل میتوکندری اونجا بسوزه یا تعاملات کیمیاوی انجام بده برای ما اجر... انرژی تولید کنه حالا این ماده غذایی راه خود از کجا پیدا میکنه از طریق یک راه ها یا شبکه های تیوب مانند لوله هست به نام پلاز میک هستش اما حجره های نباتی و حجره های جانوری تمام ارگانول مانند همدیگه هسته یا با همدیگه فرق داره مسلمه که یک سری تفاوت و یک سری فرق باید بین حجره حیوانی و حجره نباتی وجود داشته باشه که حال ما برای شما یک دو سه تا از این تفاوت ها را می خوانیم یکش اول جلسه امروز خواندیم دیوار حجروی بود که نباتات داشتن ولی حیوانات او را نداشتن اما دیگه چه بخشایی هستش؟ این دو تا حجره ایره که ای که در تصویر می‌بینیم این حجره سبز رنگش حجره نباتی هسته و یه حجره دیگه حجره حیوانیه همین رنگ سبز از این حجره نباتی به خاطر وجود یک ارگانول خاص به نام کلورو پلاست سالای بعد میخوانیم ما در حجره نباتی چندین نوع رنگدانه یا پلاست داریم مثلا بعضی مولی سرخک رنگش سرخ هسته زردک رنگش زرد هسته و اونا پلاس های متفاوتی دیگه داره که بعدا خود از اونا آشنا میشیم کلروپلاست ها چون که یک پلاستی است که در داخل از اونها کلروفیل هسته ای جزء بسیار ضروری در حجرات نباتی است چون به کمک همه کلوروپلاست ترکیب زیایی یا فتوسنتز در حجرات نباتی انجام میشه خب دیوار حجروی رو که خواندیم به طور مفصل تکرار نمی کنم واکوئل رو هم خواندیم با هم گفتیم فقط فرقش از ایه که واکوئل در حجرات نباتی اندازش خیلی بزرگه آنقدر بزرگه که هسته را به یک گوشه حل میده یعنی اندازه واکیول از هسته حجرات نباتی کلانتر هستش این ساختاری که در وسط حجره نباتی میبینین که من دورش شما رنگ میکنم این یک واکیول هستش ساختار دیگه در داخل حجرات نباتی وجود داره که در حجرات حیوانی نیست متفاوت از یک حجره ساختاری به نام سنتروزوم هست این سنتروزوم روزا اینجا آوردم اما این مال حجره نباتی نیستم میخواستم برای شما بگم که حجره نباتی یه چیزایی را اضافه تر داره در عوض یک چیز هم نداره مثل همی که سنتروزوم برازی میگیم سنتروزوم یک ارگانوله های ستاره شکل و بسیار خورده که اینا فقط در مواقعی که حجره بخواد تقسیم بشه ما اینا را رو رؤیت میکنیم در زیر مایکروسکوپ های مختلف اینها کمک میکنه به تقسیم شدن هسته اما اینا چه کمکی میکنه و چگونه در تقسیم شدن حجره نقش داره انشاءالله در سالهای بعد با او آشنا میشیم خب امیدوارم که از درس امروز ما خوشتان آمده باشه یک سفری بود به داخل حجره حجره را شناختیم اجزای حجره را شناختیم، ساختارهای مخط... مهم مهم خواندیم و تفاوتش با حجره نباتی با هم دیدیم و بررسی کردیم. شاگردای خوب ما یک کار خانگی هم برای شما دارم. یاد شما هست که برای شما در جلسه گذشته گفتم شما از طریق شماره واتس اپ می توانید با ما در ارتباط باشید کار خانگی شما ای هسته که از روی کتاب بیولوژی سنف هفت در داخل کتابچه یک حجره نباتی و یک حجره حیوانی را رسامی کنید نقاشی کنید شکل از او را بکشید و همین سه قسمتی را که امروز خواندیم قشای پلازمایی دیوار حجروی سایت و پلازما هسته را مشخص کنید و برای ما روان کنید خب همه شما عزیزان ایشالله تا جلسه بعدی به خدای بزرگ و کریم و مهربان می سپارم. خدا یار و نگهدار شما.